أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدای عز وجل در قرآن کریم می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یعنی خدای عز وجل امر می فرماد بشر را، مردم را که امانت ها را تسلیم اهل اون امانت ها و صاحبان اون امانت ها بکنن، امانت را به غیر صاحبش ندهن، و اگر حکومت بین مردم کردن با عدالت حکومت کنن. عدالت و ظلم دو امر متخالف و متضاد، قابل جمع نیست، نمیشه هم عدالت باشد هم ظلم. اگه عدالت است ظلم نیست، اگه ظلم است عدالت نیست. حاکمی که حکومت به عدالت میکند، این حاکم ملت او، مردم او با تمام راحتی و امن و اطمینان و رفاه و خوشی زندگی می کنن. اما حاکمی که ظالم است و حکومت به ظلم می کند، اون مردم، اون ملت امنیت ندارن، اطمینان و رفاه و راحتی ندارن. ملاک حکومت در اسلام قرآن کریم است و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و عترت طاهره پیغمبر خدا صلوات الله علیه. هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله حکومت کردند، هم امیر المؤمنین صلوات الله علیه. پیغمبر خدا 10 سال تقریبا بعد از هجرت تا شهادتشون حکومت کردند، حکومت به عدالت کردند. یک سر سوزن ظلم در تمام این طول حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله به چشم نمی خوره. و هاکذا امیر المؤمنین صلوات الله علیه بعد پیغمبر خدا بعد از 25 سال خانه نشینی حکومت کردن، کل بلاد اسلام را حدود 5 سال تقریبا با تمام مشکلاتی که دشمنها برای امیر المؤمنین ایجاد کرده بودند و جنگ هایی که تحمیل بر امیر المؤمنین صلوات الله علیه دشمنها کردند، مع ذلك در سر تا سر حکومت امیر المؤمنین صلوات الله علیه غیر از عدل و عدالت چیزی به چشم نمی خورد. بعکس حکامی ظالمین قبل از اسلام مثل فرعون و نمرود و شداد و امثال اونها و حکام ظالمین بعد از اسلام که به اسم اسلام حکومت کردن اما از اسلام رسول الله و اسلام امیر المؤمنین دور بودن و ظلم کردن بر مسلمین و ملت‌های اسلامیه
مثل بنی امیه، بنی مروان، بنی العباس که اینها حکومتشون به ظلم بود نه به عدل، که قرآن کریم امر فرموده و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر حکومت کردید حکومت به عدالت بکنید. در تاریخ آوردن عبدالملک ابن مروان وقتی که سر حکومت آمد خودش را به عنوان خلیفه مطرح کرد و ریاست کل بلاد اسلام را در اختیار داشت. یه صحبتی کرد، در صحبتش گفت لا یأمرنی احد بتقوى الله الا ضربت عنقه، احدی حق نداره به من بگه از خدا بترس، اگر کسی به من گفت از خدا بترس گردنش را میزنم. شدیدترین عقوبت که اعدام باشد رئیس حکومت اسلامی که عبدالملک ابن مروان باشد که خودش را به عنوان امیر المؤمنین مطرح می کرد، به دروغ و افترا اعلام می کنه که بدترین عقوبت و کیفر که اعدام باشد مال کسیه که یک کلمه به حاکم اسلامی بگوید بپرهیز از خدا، بترس از خدا. با اینکه این وظیفه و واجب بر امت اسلامی است، بر ملت‌های مسلمان که اگر دیدن حاکم دوری از اسلام کرده، یک حرف ظالمانه‌ای زد، یک کردار ظالمانه‌ای داشت، یه چیزی که با اسلام نمیخونه و نمیسازه، اگر از حاکم اسلامی ظاهر شد واجب است بر مسلمین به نحو وجوب کفایی که نصیحت کنن حاکم اسلامی را، اقلش اینه بهش بگن از خدا بترس، این کار غیر اسلامی را انجام نده. و عبدالملک ابن مروان به عنوان یک حاکم اسلامی اعلان می کند اگر کسی به من بگه از خدا بترس من گردن او را می زنم. این عدل نیست. در مقابل تاریخ رسول الله صلی الله علیه و آله، تاریخ امیر المؤمنین صلوات الله علیه در ایام حکومتشون را که ورق می زنیم مطالعه می کنیم می بینیم اونقدر به پیغمبر خدا اذیت از خود افراد مسلمین صادر شد، چه زبانی چه کرداری ها کذا بالنسبه به امیر المؤمنین صلوات الله علیه، اونقدر افرادی در ملت اسلامی در مسلمین به امیر المؤمنین ظلم کردن چه به زبان چه به کردار، مع ذلک پیغمبر خدا سر تا سر عفو بالنسبه به اونها داشتن. امیر المؤمنین هیچ واکنشه، حتی واکنشی که جایز است برای هر فرد عادی انجام ندادن. در تاریخ وارد شده که ابو هریره وقتی که امیر المؤمنین صلوات الله علیه متصدی حکومت اسلامی شدن و رئیس حکومت اسلامی در اون 5 ساله بودن و تمام قدرت ها در اختیارشون بود، ابو هریره مکرر اهانت به امیر المؤمنین میکرد. ابو هریره مکرر بد میگفت به امیر المؤمنین و امیر المؤمنین صلوات الله علیه هیچ واکنشی نسبت به اونشون ندادن. حتی بعضی از مؤمنین به امیر المؤمنین پیشنهاد کردن که ابو هریره را تأدیب کنه که اینجور نکنه، امیر المؤمنین نکردن.
حتی یک کلمه‌ای که برای هر فرد عادی جایزه در رد و جواب اهانت بگوید و بدهد انجام ندادند. این حاکم اسلامی، این عدالت اسلامه، این عفو اسلامه، اینه که باید دنیا از علی ابن ابی طالب یاد بگیره، اینه که باید دنیا دنبال علی ابن ابی طالب بیاید و ذره ذره از تاریخ عدالت و عفو امیرالمؤمنین را بخواند و عملی کند تا مردم دنیا از این مشکلاتی که گریبان گیر اونها شده در همه جا خورده خورده نجات بیان. باز در تاریخ وارد شده صدها و صدها نمونه که اینها بعضیش هست. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یه روز دیدن یک خانمی داره گریه میکنه، فرمودن چیه مشکل تو؟ گفت من کسانم فرستادنم پول بهم دادن خرما بخرم، از این خرما فروشه یه قدر خرما گرفتم بردم خونه، حالا اونا میگن این خرما خوبی نیست، برو پسش بده. و من اومدم به این پس بدم این خرما رو، پس نمیگیره. من میترسم برم خونه اونا مثلا بد برخوردی با من بکنن و نمیدونم چه کار کنم. امیرالمؤمنین اومدن سراغ اون خرما فروشه، نصیحتش کردن، فرمودن این خانم بیچاره است، این خرمایی که بهش دادی کساش قبول نکردن، خانوادش قبول نکردن. نصیحتش کردن که با زبان نرم که از او پس بگیر، این خانم تو این مصیبت نباشه، یا عوض کن یه خرمای بهتر بهش بده، یا پولشو پس بده خرما رو بگیر. اون شخص مشتش رو گره کرد، محکم زد به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در وقتی که حاکم کل کشورهای اسلامی بودن، اون شخص شاید اولای حکومت حضرت بوده، نمیشناخت امیرالمؤمنین رو. حضرت نصیحتش کردن، حالا حاکم هم نبودن حضرت، یه دونه آدم عادی اومده نصیحت میکنه، میگه این خانم داره گریه میکنه، خبش خورما رو بگیر پولش رو پس بده یا خورمایی بهتر بهش بده. بعضی که اونجا بودن به اون خورما فروش گفتن این علی ابن ابی طالبه، این امیرالمؤمنینه، این رئیس حکومت اسلامیه. اون وحشت کرد، چون اینا حکومت‌های قبل را دیده بودن که به کمتر از این گردن طرف را می زدن. این مشتش را گره کرده زده به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین هم هیچ واکنشی نشون ندادن. معذرت خواهی از حضرت کرد، حضرت فرمودن نه مسئله ای نیست، این که به من زدی مسئله اینی، من میگذرم، گذشتم، اما با مردم خوب تا کن، نصیحتش کن. کجای تاریخ پیدا میشه یه حاکم اینجور؟ کجای تاریخ بوده؟ کجای تاریخ هست؟ امروز کجای تاریخ ما داریم؟ یکی و دوتا و ده تا و صد تا نیست. وقتی که حاکم اعلای مسلمین اینجور با عدالت و عفو و صفح و گذشت و تربیت عملی مسلمین بود، به یک نفر ظلم نمیرسه. اما وقتی که یه حاکمه که اسمش حاکم اسلامیه مثل عبدالملک بن مروان، میگه اگه کسی به من بگه از خدا بترس گردنشو میزنم، اون حکومت اسلامی نیست. حکومت بنی مروان، حکومت بنی امیه، حکومت بنی العباس که هزارها متاسفانه نمونه های ظلم در سر تا سر حکومتشون بوده، اینا اسلام نیست، این حکم اسلامی نیست. قرآن کریم می فرماد و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل،
با عدالت حکومت کنید نه با ظلم. ما از همینجا دنیا را دعوت می کنیم بیان از نو تاریخ حکومت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و تاریخ حکومت امیر المؤمنین صلوات الله علیه را بخوانند. هم از حکام دعوت می کنیم، خصوصا حکام کشورهای غیر اسلامی که در نتیجه هزارها تاریخ غیر اسلامی که از حکومتهای حکام بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس ظاهر شده و دنیا در اثر اون اعمال غیر صحیح از اسلام متنفر شدن، بیان حکومت رسول الله را بخونن تا ببینن اسلام یعنی چی، حکومت امیر المؤمنین را بخونن تا ببینن اسلام یعنی چی. به همین طور دعوت میکنیم از جوانهای که دنبال فهم هستن، دنبال این هستن که بدانن چی خوبه و چی بده، چه جوانهای عزیز در بلاد اسلامیه، چه جوانهای مسلمان در بلاد غیر اسلامیه، چه جوانهای غیر مسلمان در دنیا، از همه آنها دعوت میکنیم بیایید از نو تاریخ این دوتا حکومت را بخونید، اونم نه از زبان و قلم دشمنهایی که دروغ اونقدر به پیغمبر خدا نسبت دادن و اونقدر به امیر المؤمنین صلوات الله علیه دروغ نسبت دادن که پیغمبر خدا فرمودن کثرت علی الکذابه، آدمایی که خیلی دروغ میگن خیلی شدن نسبت به من دروغ گفتن، پیغمبر خدا فرمودن. بیاید جوانهای فهمیده، جوانهایی که دنبال خوب و تشخیص خوب از بد هستید، در هر جای دنیا هستید، این دوتا حکومت را با دقت بخونید و بعد ببینید چطور میشه از این دو حکومت استفاده کرد در همه کشورهای غیر اسلامی برای اینکه اون مشکلاتی که الان تمام دنیا را پر کرده با کم و زیادی که به اختلاف اماکن هست و به اختلاف حکام هست، از این مشکلات بتونن خورده خورده خودشون را، کشورهاشون را، حکومتهاشون را، مردمشون را نجات بده. امیدوارم خدای تبارک و تعالی این توفیق را به همگی مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.